در جنگ ایران عراق که 8 سال ادامه داشت و سلحشورانه مردم ایران جنگیدند و از سرزمین آب و خاک ما دفاع کردند در برابر تازش تازیان، که البته تازیان الان هم تو ایران، تا همین الان امروز من دارم با شما صحبت میکنم، تازیان هستن که در ایران دارن حکومت میکنن. سند این امروز میبینیم از تیمسار، من میگم تیمسار بهش، امیر دریادار میگن، حبیب سیاری. اگر میخواید صحبت منو بنویسین، من خواهش میکنم اینا رو بنویسید، تقصیر شماست. اصلا نیومدن موقعیت ارتش رو حساب بکنن. ما هنوزم کسی حق نداره با دوربین تو پست فرماندهیمون بره. جوان امروزی باید احساس بکنه که امنیت کشورش برقراره و بدون کی انجام داده. لازم نیست که من هر روز برم بگم آقای جوان امروزی تو بدان که من، ببین من سیاری چقدر کار میکنم. حالا مظلوم شده. چرا؟ چون که میدونیم همه ما که یک رشادت‌های زیادی در تاریخ کشور ما انجام شده که به هر حال این مرزبون باقی مونده و تقویت میشه و ضعیف میشه. مردم متوجه فکر می‌کنن وسط انگار ارتش نبوده. بله، بارها میگم. بعد یه سری عواملی بودن که هنوز هم زاویه دارن با ارتش، مثلا حرفایی بزنن، گفتایی بزنن، این ثابت کنن. هنوز هم ما می‌بینیم در یه سپاهمون سال 65 شکل گرفته، تازه یه سازمان میخواد شکل بگیره. مگه به همین راحتیه که شما ظرف 6 ماه یه عالمه انسان و آموزش دیده و تخصص و ناو و فلان بیاریم؟ مگه اینطوریه؟ مثلا می‌بینی یه سید یه حاجی با یه تیربار جسه یه دستی یه لشکر رو ظرف 24 ساعت از بین میبره. خب اگه اینجوریه 12 شبانه 12 لشکر رو از بین می‌رفتی. خیلی از فیلم چه تعریف می‌کنن، نه؟ اما من با آقای کی بود کارگردانش؟ حاتمی کیا. تو دفتر خودم موقعی نیرو دریایی بودم جلسه گذاشتم و گفتم آقای حاتمی کیا، اون شهید فلاحی که تو نشون دادی شهید فلاحی ما نبود. گفت چرا؟ گفتم ببین، شهید فلاحی فرمانده من بوده در سال 56 که من دانشجو بودم تو مرکز پیاده شیراز. یک ابرمردی بود برای خودش. شهید فلاحی توی سوسنگرد رفته بودن شناسایی برای آزادسازی سوسنگرد، گلوله خمپاره و توپ می آمد. همه میگن که وقتی گلوله آمد شما بایستی پناه بگیری. میگن شهید فلاحی خم نمیشد، راست راست راه میرم. میگفتن آقا خم شو. میگفت من تو کشور خودم خم نمیشم، دشمن باید خم بشه. این یعنی چی؟ فکر میکنی مغزش کار نمیکرد؟ نه، یک آموزش بود، یک حرکت بود. اما شما وردی تو فیلم یه آدمی که بابا این کجا شهید فلاحی بود؟ نه، همینطور بود. کیمیا که حالا برات بگم، بس کیمیا برات بگم. شما حالا شما اینا رو ثبت زد من کیمیا یک ساعت و نیم تو تلویزیون صحبت کردن ضبط کردن اما پخش نکردن. ما تو ایران انقدر بی غیرتیم که دختر 14 سالمون بره تو خط مقدم بجنگه؟ ای توف به شرف ما که ما مردیم، دختر 14 ساله ما رو خط مقدم، بعد عراقی‌ها بخوام بگیرنش؟ آقا ما ثابت کردیم دختر ما، زن ما گرفتار شده تو خرمشهر، ما برای آوردن جنازه شهید دادیم که جنازه از عراقی‌ها نیافته. اون وقت ما انقدر بی‌غیرتیم که کیمیا به خط مقدم می‌جنگه؟ اونم در مقابل اونی که من دیدم که چه جنایت‌هایی کردند. تاریخ گذشته ایران، شما میگید ای کاش من تو فلان زمان بودم، میگید که ای وای کاش من اون موقع بودم. کاش من اون موقعی بودم که اعراب به ایران حمله کردن. کاش من اون زمان بودم، اون زمان سرداران اون زمان ما که در جلوی اعراب ایستادند، کاش اون زمان بودم. قهرمانهای جنگ ترد شدند، سرخی روی ملت از سیلیست، کف بازار جنگ تحمیلیست. قهرمانهای جنگ ترد شدند، کف بازار جنگ تحمیلیست. مسلمانان به پا خیزید، خدایان دین را فروریزید، خدایان فروریزید. مسلمانان به پا خیزید، خدایان دروغین را فرو ریزید، خدایان